آمدگان از عبور روزهای هفته منتظرانه صبح جمعه را به امیدی روشن نشستند. شب و روزای بی کسی نشستند که رفتن است در مسیر عشق، در مسیر انتظار و در مسیر فراق. شال که شود روز جمعه منتظران و ندخانان انتظار در صبح‌های آدینه امید رسیدن طلوع آفتاب ظهور را استغاثه می‌کنند. بر آستانه شهر خوبان همه در انتظار صبح پرفروغ نشستند. منتظر مانده زمین تا که زمانش برسد، صبح همراه سحرخیز جوانش برسد. آیا صبح نزدیک نیست؟ و این صبح امید است که با ندخانی های اهل انتظار طلوع می کند. صبح قریب. دعای ندبه با داستان انبیای الهی آغاز میشه. هر کدوم از انبیا با یک اشاره از قصه زندگیشون اسمشون مطرح میشه. چهارمین پیامبری که در دعای ندبه بهش اشاره میشه حضرت موسی علیه السلام. یکی از اقوامی که تو قرآن خیلی در موردش صحبت شده قوم بنی اسرائیله. منظور از بنی اسرائیل همون اولاد و نواده های حضرت یعقوب علیه السلامه. پیامبران زیادی برای هدایت بنی اسرائیل مبعوث شدن که خب اولین اونا خود حضرت یعقوب بود و بعدش هم حضرت یوسف. حضرت یوسف تو آخرین لحظه های حیاتش بنی اسرائیل رو دور خودش جمع کرد، گفت من از بین شما دارم میرم، اما بدونید بعد من قرار عذاب خدا بر شما نازل بشه و این عذاب 400 سال طول میکشه. شما زیر ظلم و شکنجه فرعون ها گرفتار میشید و این ماجرا ادامه داره تا پیامبری به نام موسی علیه السلام در میان شما ظاهر بشه. منتظرش باشید که او منجی شما خواهد بود. در بین بنی اسرائیل این خبر زبان به زبان، سینه به سینه میچرخید و منتقل میشد به زمانی بعد زمانی که منتظر باشند که منجی قیام خواهد کرد، که اون منجی با این مشخصات است. منتظر بودن بنی اسرائیل قرار 400 سال زیر ظلم و ستم فرعون و فرعونیا قرار بگیرن. 230 سال اینا عذاب دیدن، فرعونیا بر اونا مسلط شدن و بنی اسرائیل زجر کشیدن. فرعون جباری مسلط است، شکم زنها رو پاره می کند و فرزندان رو می کشد. فرزندانی رو که به دنیا بیان فرزندان ذکور رو میکشد، دختران اینها رو برمیداره میبره توی دربارهای خودشون بساط عیش و نوش اونها باشن. مردان اینها تحقیر شده کامل هستن و هیچ در قدرت عملی ندارن که بخوان انجام بدن. در بین بنی اسرائیل خواصی بودن که به مردم با فرهنگ انتظار امید میدادن، میگفتن صبور باشید که منجی خواهد آمد. از این 400 سال عذاب که برای قوم بنی اسرائیل تقدیر شده بود 230 سالش گذشت. خواص بنی اسرائیل مردم رو دعوت کردن به این که 40 روز برای فرج منجی به درگاه خدا استغاثه کنن، به امید این که خدا باقی مانده این عذاب رو به اونها ببخشه، به امید این که خدا منجی رو ظاهر کنه و از دست فرعونیان نجات بده. 400 سال عذاب و اسارت، این
تقدیر بنی اسرائیل بود. طاقتشان تاب، کاسه صبرشان لبریز، جانشان به لب رسیده بود. قرار شد توبه کنند و 40 روز زجع و گریه و دعا. به خاطر همان 40 روز خدا به بنی اسرائیل رحم کرد. وحی فرستاد به موسی و هارون، فرمود که آنها را از عذاب فرعون نجات دهید. هنوز 170 سال از عذابشان باقی مانده بود. خدا ولی از همه اش چشم پوشید. امام صادق علیه السلام بعد از نقل این ماجرا فرمود: شما شیعیان هم اگر این گونه باشید و بخواهید، خدا فرج ما را خواهد رساند، ولی اگر کاری نکنید، غیبت تا آخرین زمان مشخص شده اش طول خواهد کشید. در زمان حضرت موسی دارد که بعضی از خواص بودند که مردم رو تشویق کردند برای اینکه برید استغاثه کنید، از خدا بخواهید تا خداوند به شما فرج بده. اینا هم گوش کردند و خب رفتن این کار رو انجام دادن، ولی متاسفانه تا به حال در بین ما شیعه ها نشده و نبودند کسانی که مردم رو به این راه تشویق کنند و بخوان از خدا. در طول تاریخ گرفتاری ها، مغول ها آمدن، تیمور ها آمدن، افغان ها آمدن، هیچ سکون نخوردن که بگن آقا بیا دیگه، مغول ناموس مردم و مال مردم و همه رو گرفت، مملکت رو به خوب بکشید. سکون نخوردن، چیه غیرتی به خرج نداد نسبت به امام. الان هم همینطوره، فرق نمیکنه. این همه بدبختی، گرفتاری، مشقت، سختی به خودش نمیاد. شیعه، شیعه غافل از ولی خداست. دعا برای فرج نمیدونن، مربی ها نمیگن به مرد، نمیدونن مربی باید بگه، مربی ها باید بگه. اینها باید مردم متوجه کنن که وظیفه ما این است که از ذکر ولی نعمت مون و از انتظار و دعا بر فرجش غافل نباشید. خدا این مؤلف و جمل السلام و رضا که این دلای ما به قدوم امام زمانمون خوشنود میشه. یا الله این مؤلف و جمل السلام و رضا این طالب و به زول الانبیا و ابناء الانبیا. هیچ میدانی معجزه ابراهیم، دم احیاگر عیسی و ید بیضای موسی همه در نزد امامان بعد از پیامبر خاتم است.